خب سلام میکنم خدمت دوستای گلم، بهمن رؤوفی هستم، در خدمتون هستیم با پنجمین فیلم از سری فیلم های آموزش مقدماتی فتوشاپ تو بحث مفاهیم، که در این فیلم انشاءالله میخوایم به مفهوم سمارت آبجکت در فتوشاپ بپردازیم. سمارت آبجکت یک ابزاری هست که در واقع ابزار نیست، یک جور خاصیت، یک جور توانایی هست که خاص نرم افزار فتوشاپه و با استفاده از این توانایی شما میتونید کارهای خیلی جالب و خوبی رو انجام بدید. اسمارت آبجکت ها خدمت خیلی زیادی در فتوشاپ دارن، از قدیم بوده و توانایی خیلی زیادی رو داره و خیلی کارهای خیلی جالبی میشه باشه انجام داد، ولی خب متاسفانه همیشه مورد کم لطفی خیلی از گرافیست های ما در ایران قرار گرفته و زیاد باهاش کار نکردن و ازش استفاده نکردن. خب اما ما تو این درس، تو این در واقع این جلسه آموزش، تو این فیلم آموزشیم به این میپردازیم که سمارت آبجکت چیه و چطوری کار میکنه، چطوری ساخته میشه و چه توانایی رو در اختیار ما میذاره و چه کمکی رو به ما میکنه برای هرچه بهتر شدن فعالیت گرافیکیمون، در واقع فعالیت گرافیک دیجیتالمون. خب اما اول بیایم راجع به این که اول سمارت آبجکت از کجا میاد، چطوری شکل میگیره، از کجا معروف میشه ایجادش کرد. ببینید اسمارت آبجکت یا یک در واقع آبجکت هوشمند به نوعی فایل در فتوشاپ گفته میشه که در واقع بخوام خیلی عامیانه توضیحش بدم، انگار یک پی اس دی، یعنی در واقع یک فرمت مولتی لیر رو شما در دل یک فرمت دیگه دارید. یعنی شما میتونید با استفاده از اسمارت آبجکت چندین لایه رو، لایه هایی که دارای افکت های خاص خودشون هستن، همه رو تبدیل کنید به یک لایه، اما برخلاف دستور مرج یا گروپ. شما در حالت مرج خب لایه هاتون تمام افکتش از بین میره، هر چیزی که داره از بین میره و لایه به یک لایه فلت تبدیل میشه، در واقع فلت ایمیج میشه. ولی در گروه هم خب همه داخل یک گروه قرار میگیرن ولی باز لایه ها هستن، یعنی شما اونها رو میبینی و توی یک گروه هم. اما در حالت سمارت آبجکت تمام لایه های شما به یک لایه تبدیل میشه، خب ولی خاصیت های خودشون از دست نمیدن، همه توی یک فایل دیگری، در واقع در یک داکیومنت دیگری اونها وجود دارن با فرمت PSB، توی داکیومنت دیگه حفظ میشن ولی توی پنل لایه های شما حضور دارن و شما با یک دابل کلیک روی اون میتونید در واقع اون داکیومنت رو باز کنید و کانتنت هاش، یعنی محتویاتش رو کامل ادیت کنید و با زدن یک کنترل S به تنهایی در تمپوری شما سیو میشه و تو فایل اصلی در واقع اجرا میشه تمام تغییرات. حالا چطوری این کار رو باید انجام بدیم الان با هم میریم سراغش. خب ببینید من تو این تصویری که الان اینجا دارم یه سری لایه دارم، شما پر لایه های منو اینجا میبینید. خب من الان لایه لرنینگ ادوب فتوشاپ رو، در واقع اون تکست رو، متن تکست رو با این ادجاستمنتم و این لایه پی اس، در واقع همین رکتنگل، اگر اشتباه نکنم آره رکتنگل شیپ میشه، در واقع راوندد شیپ من رو، شیپ لبه گردم رو میام این دو ستا رو در واقع با هم انتخاب میکنم با نگرشن دکمه کنترل. این دستور ویندوز هست، کنترل رو نگه میدونیم و هر چند تا لایه و فایل رو که میخواییم انتخاب میکنیم، انتخابشون میکنم، راست کلیک میکنم، میام سراغ اینجا Convert to Smart Object. روی لایه های انتخاب شده یه راست کلیک Convert، یعنی سریع ترین شورتکاتی که میتونم بهش برسم، من اینکه برای شورتکات در واقع هاتکی هم بذارم براش، من میام روی اینجا میگم Convert to Smart Object. ببینید وقتی من این دکمه رو بذارم چه اتفاقی میفته؟ میبینید تمام این لایه ها تبدیل شد به یک لایه که یه علامت شیپ کوچیک اینجاش داره که این علامت نشون دهنده اینه که این لایه شما یک اسمارت آبجکت هست. خب اگر دقت کنید ببینید اون شادوها، استروک یا بولی که این در واقع شیپ من اینجا داره، همه حفظ شد، همه هست، همه سر جاشونه. خب ولی اگر من مرج میکردم اینا قابل ادیت دیگه نبود، یک لایه کاملا فلت بود و هیچی نداشت، اما الان قابل ادیته. درسته اینجا حضور ندارن، تو این پنل بلندینگ آپشن من اینجا حضور نداره، اما هست، کجاست؟ داخل توی این اسمارت آبجکت هست، یعنی تو دل اینه، یعنی در واقع انگار من الان یک پی اس دی رو داخل یک پی اس دی دیگه باز کردم، یعنی اینا توی هم دیگه هست. ببین این الان تبدیل شد به یک لایه. حالا چطوری من میتونم کانتنت داخلش رو ادیت کنم؟ خیلی ساده، روی این شیپ اسمارت آبجکت تامنیل ببینید خودش نوشت، روی این من یک دابل کلیک میکنم، یه در واقع وارنی توضیحات به من اینجا میده، زده after editing the content choose file save to commit the change, those change will be reflected upon returning to pstlearn.pst. خب داره میگه شما بعد از اینکه ادیت کردید کارتون رو خیلی راحت دکمه برید تو قسمت فایل سیو رو بزنید برای اینکه تغییراتتون ثبت بشه و میگه اون تغییرات به قول معروف تأثیر داده میشن به محضی که شما برمیگردید تو PSD لرن. حالا این لرن که هست اسم پی اس دی منه، لرن.پی اس دی،
پی اس لرن میگه شما واسه که تو پی اس لرن برمیگردی، یعنی حالا تو همون فایلتون، حالا اسمش هر چی هست، وارد محیط اون که بشید همه تغییرات اعمال شده. حالا از کجا وارد اون محیط میشیم؟ الان میایم اینجا ببینید اوکی که بکنم. ببینید یه داکیومنت دیگه میبینید اینجا برای من باز کرد که اسم این داکیومنت لرنینگ اد فتوشاپ، حالا باید به عمل رفت طولانی جملهش، برمیگردم اینجا اسم همین لایه هست، میبینید اسم این لایه هست، روش دابل کلیک کردم یه داکیومنت جدید باز شد با فرمت در واقع پی اس بی برای من باز شد که این توی تمپرری ویندوز من، خب داخل تمپ ویندوزه، هیچ جای خاصی سیو نمیشه، هیچ توی تمپ ویندوزه، در واقع یک جور کانکشنی داره با از طریق تمپ با فایل پی اس تی اصلی. حالا این چه کار میکنه برای من؟ حالا ببین مثلا اگه من بیام اینجا این ببخش لیول را این لیر دو رو مثلا این طرفیش کنم، خب خیلی ساده بچرخونمش، بعد بیام توی تکست ها مثلا ادوب فتوشاپ رو تکست این رو مثلا همه رو مثلا این تکست رو بذارم براش، خب تکست مسخره هیچ معلوم نیست، خب این فونت رو انتخاب کنم براش، بعد یه کنترل اس یا بیام تو قسمت فایل طبق دستور خودش چوز سیو یا کنترل اس سیو رو بزنم، میبینید یه فرند سیو انجام شد بدون اینکه از شما بپرسه کجا برم چه کار کنم، چرا؟ چون توی تمپه و وقتی شما فتوشاپ رو ببندید این تخلیه میشه از تمپ، نگران نباشید اینا بتون اشغال نمیکنه. بعد بیام روی پی اس تی لرن، دیدی تمام اون تغییرات داخل این اعمال شد. اوکی پس ببینید خیلی راحت خیلی بامعروف ساده این تغییرات برای ما انجام میشه تو دل اون. حالا خیلی میگن خب اینو همینجا انجام بدیم، چرا تبدیلش کنیم به اسمارت آبجکت، چرا این کار میکنیم؟ خب نه، شما ببینید درسته همینجا تو محیط پی اس تی ساده هم میتونید این کار رو بکنید، اما اگر بخواید در واقع افکت و اینا دوباره روی این بذارید نمیتونید، چرا؟ شما یک بار بلندینگ بیشتر نمیتونید استفاده کنید در محیط فتوشاپ، ولی با استفاده از تبدیل کردن اون به اسمارت آبجکت به اون لایه‌ای که بلندینگ افکت داره، در واقع بلندینگ آپشن یا استایل افکت استایل باش دادین، شما میتونید صدها بار دیگه هی به اون افکت بدین، افکت بدین تبدیلش کنید اسمارت آبجکت، دوباره افکت بدین دوباره تبدیلش کنید اسمارت آبجکت، و این چرخه هی تا ابد تا زمانی که سیستم شما کم نیاره کامپیوترتون ادامه داره. خب حالا برمیگردیم سراغ این، دوباره یه کار دیگه روش انجام ببین، این اسمارت آبجکت من اینجا دارم، خب من میتونم مثلا این تکست رو خاموش کنم مثلا دکمهشو و یه کنترل اس میزنم برمیگردم تو لرنینگ پیس، میبینی تکست من خاموش شد. یعنی چی؟ یعنی که این یک جور در واقع یک جعبه است که توش اطلاعاتی از این پی اس سی من وجود داره که من وقتی برم توی اون جعبه میتونم اون اطلاعات رو ادیت کنم و وقتی بیام بیرون همه چیز ادیت شده آماده قابل دیدنه برای. حالا ببینید این لایه من خودش اینجا میبینید یه سری افکت داره، دراپ شادو داره، ببلند امباس داره و استروک. خب من دوباره نمیتونم به چیزی که استروک داره یه استروک دیگه بدم، خب نمیتونم دیگه، شما یک بار که بیشتر نمیتونه مال کنه، ولی با تبدیل این به اسمارت آبجکت میتونم صدها بار این کار رو بکنم. من برمیگردم تو پی اس لرن، ببینید روی این راست کلیک میکنم بلندینگ آپشن، خب ببینید حالا من میتونم دوباره به این استروک بدم و این استروک از دور شادو اون میفته، ببینید آخرین قسمت لایه اون رو به عهده میگیره، یعنی آخرین اجی که از اون داره، یا میتونم مثلا به این بیام دوباره دراپ شادو بدم، استروکم رو خاموش میکنم، میبینید دوباره یه دراپ شادو خودش داره، بعد به اون شادو من دوباره یک شادو دیگه. خیلی کمک میکنه به ریالیستی کردن کاراتون، یعنی خیلی کمک میکنه که یکم اون افکت ها و شادو های شما رو از اون حالت خیلی در واقع چطور بگم مصنوعی در میاره بیرون. اولا شما میتونید شادو پلیکانی برای این بزنید، یعنی چند تا سایه های مثلا دقت کردید تو خیلی از اجسام مثلا سایه نزدیک به جسم خیلی تیر است، بعد یه ذره فاصله میگیره یه ذره روشن‌تر، بعد یه ذره فاصله میگیره باز روشن‌تر، خب تو حالت دراپ شادو تک انجام دادن یکم سخته، من که از کانتورها استفاده کنید، ولی باز هم با استفاده از این پرده کانتور شما شاید نتونید اون شادویی که میخواید شادو پلکانی رو برای خودتون ایجاد کنید، ولی با استفاده از اسمارت آبجکت ها میتونید این رو خیلی ساده و خیلی راحت چندین شادو رو پشت سر هم ایجاد کنید، یا به یک جسم شادو دار به شادوی اون یک گلو افکت بدید، در واقع مثلا بیاید اتر گلو ببینید از دور شادوی اون شکل گرفت، اتر گلو بیاید به این اتر گلو بدید، بعد تنظیمات خاص خودتون انجام بدید هر جوری که دوست دارید، ببینید کارهای جالبی رو میشه با اینا انجام داد، یعنی با استفاده از ترکیبات این که حالا تو درس‌های آینده‌مون استفاده از تکنیک‌ها نشون میدم که با در واقع اسمارت آبجکت‌ها چطوری میشه در واقع لایه های موازی رو شبیه سازی کرد. ببینید ما در فتوشاپ چیزی مثل لایه موازی نداریم، دو تا لایه کنار هم قرار نمیگیرن، یعنی شما یه بافتی مثل بافت حصیر که از توی هم رد میشه رو
توی فتوشاپ با حالت لایه های عادی نمیشه ساخت، اما با استفاده از دستور اسمارت آبجکت ها و کلیپینگ ماسک در فتوشاپ میتونید شبیه سازی کنید لایه های موازی رو، که توی آموزش های تکنیکی فتوشاپ اینا رو در واقع آموزش تکنیک هامون اینا رو حتما درس خواهم داد خدمت. اما فعلا فقط در یه آموزش مقدماتی و خلاصه ای داریم راجع به مفهوم اسمارت آبجکت. یکی دیگر از توانایی اسمارت آبجکت ها اینه که شما میتونید از یک اسمارت آبجکت کپی بگیرید، خب داپلیکیتش کنید خیلی ساده با دستور کنترل جی یا راست کلیک داپلیکیت، از این چند تا لایه درست کنید. ببین من یک پیسم رو میذارم اینجا، خب این یکی رو هم میذارم اینجا، اینو مثلا میچرخونمش، ببخشید یه ذره کجش میکنم، این یکی لیرمو کوچیکترش میکنم، میبینید کاملا در واقع بی‌نظمی ایجاد میکنم توی تصویر. این سه تا لایه پیس من دارم با حالت های مختلف. یکی دیگه از قابلیت های اسمارت آبجکت ها اینه که شما با ادیت کردن، بذارید من پنجره با ادیت کردن یه دونه از اینها، اگر صدها از اینا تو تصویر شما باشه همه ادیت میشن. خب حالا چطوری؟ الان خدمتتون نشون میدم. ببین الان من یه عالمه از اینا تو تصویرم ایجاد کردم، یه دونه از اسمارت آبجکت ها حالا هر کدومی که بخوام باز میکنم با دابل کلیک، اوکی میکنم پرلم باز میشه، این پی اس من هست. خب لایر دو مثلا میام یه دونه کالر اوور لیر هم به تو افکت هم به این میدم، میذارم شو حالت مالتیپلای، رنگ مثلا قرمز رو بهش میدم، ببینید مثلا یه افکت همینجوری گم میزنم بهش یه افکت در واقع مسخری الان من روی ایجاد کردم، و یه کنترل اس میزنم، خب برمیگردم اینجا، ببینید دیدید تمام آبجکت ها به راحتی تغییر کردن. این در واقع به شما این کمک رو میکنه که شما مثلا توی تصویرتون یک عالمه شیپ های مختلف درست کردین، یعنی یه شیپ خوشگل درست میارم اون چیزی که دوست دارید، خوشگل و خوب اومده، یه شیپ مثلا اوکی مورد نیازتون هست درست میکنید، بعد این شیپ رو تو تصویرتون تکرار کردید، حالا مثلا نوش قرینه یه چیزی درست کردید، حالا هر چیزی. این صدای ماشینی که آمد الان از تو پارکینگ خونه ما، من عذر میخوام من تو اتاقم. خب این نقوش مختلف رو میتونید درست کنید و شما با تغییر یک نقش، مثلا با تغییر یک اسمارت آبجکت و افکت دادن به اون، همه چیز تغییر میکنه. حالا ببین دوباره میایم این رو با هم انجام میدیم، خیلی راحت اگه شما می‌خواستین اینا دونه دونه انجام بدید، خب تمام اینا رو باید هی کپی لایر استایل می‌کردید، به هم استایل می‌دادید و یه مشکل دیگه که ایجاد می‌شد، ببینید یه استروک این مثلا اگر اینجا سایزش این توی بزرگه، سایز استروک مثلا 10، اگر من این شیپ رو کوچیک کنم این استروک سایزش 10 میمونه، خب همون سایزی میمونه، بعد دوباره برم تو تنظیمات استروک به نسبت کوچیک کردن شکلم استروکشو بیارم پایین. اما اسمارت آبجکت چون افکتار درون خودش داره، وقتی شما یه اسمارت آبجکت رو کوچیک میکنید تمام اون افکت ها هم متناسب با اون میبینید اینجا کوچیک میشه، و خود به خود خیلی از تنظیم کردن های علکی که وقت از شما میگیره که اینها رو دوباره باید تنظیم کنید، تمام اینها رو از بین میبره. ببینید مثلا این اسمارت آبجکت، ببین این شادوش خاص خودشه، خب اگر من این رو کوچیک کنم، این اگه میبینید سایز خیلی بزرگ بازشه به خاطر اون تکست هست که منو بسته میشه، کوچیکش کنم ببینید شادوش هم باهاش کوچیک شد. اما اگر یک اسمارت آبجکت نبود، یک لیر باز بود با افکت های باز، وقتی من این رو کوچیک میکردم شادو و استروکش کوچیک نمیشدن، همون سایزی میمونه و من دوباره میرفتم اینا رو از اول تنظیم میکردم. پس دیدید که با ایجاد یک تغییر کوچیک تمام اینها داخل این تغییر کرد. اگر مثلا من به این افکت بدم، یعنی بیام اینجا یه توضیح جالبی هم بدم که شما میتونید در دل اسمارت آبجکت یه اسمارت آبجکت دیگه بسازید، حالا میرسیم سراغ اون. من بیام داخل این، مثلا به این شیپ هم افکت هم به فیلتر هم بدم، مثلا بیام به فیلتر بلر یا مثلا گاشیان بلر یا گازیان بلر، حالا تلفظ آمریکاییشه، ببین اون استروکش چه بلایی سرش اومد، اینو محو میکنه. خب مثلا اینو محوش کنم، استروکش هم خاموش کنم، خب اینا یه شکل شیپ مثلا دراب شادو هم خاموش، خب یه شیپ حالا باز گند زدم تو گوشه، شیپ محفی درست کنم ازش، بعد کنترل اس که بزنم برمیگردم اینجا، میبینید تمام اینها شکلی شده. کار جالبی رو میشه با در واقع اسمارت آبجکت ها انجام. خب اما شما میتونید یه سری وسایلی در واقع کانتنت های اسمارت آبجکت رو هم دوباره به اسمارت آبجکت تبدیل کنید، خیلی ساده. مثلا میان اینجا، من دارم افکت ها برگردم، میاد اینجا مثلا این ستاره انتخاب میکنید تو دل اون، بذارید من تکستم روشن کنم، تو دل اون من دوباره اینو تبدیل میکنم به اسمارت آبجکت. من یه کنترل اس بزنم، خب اینا الان تو دل هم میبینید همشون تکستاش هم اومد، برای ساختن تایپوگرافی هم خیلی کمکتون میکنه این روش.
با تغییر یه فونت یه تکست تمام فونت ها عوض میشن با سایز های مختلف. خب برگردیم سر بحثمون. ببینید من داخل این دوباره یه اسمارت آبجکت درست کردم که من میتونم از این اسمارت آبجکت کپی بگیرم بذارم کنار این، شد دوتا، یه کپی دیگه سه تا. خب و یه کنترل اس بزنم برگردم تو صفحه ببین چه اتفاقی میفته. این تعداد اینا خیلی زیاد شد. بعد بیام داخل شکم این توی این یکی یه دونه از اینا رو باز کنم، بیام روی تکستش. یکم سخت اسمارت آبجکت ولی یادش میگیرید، چیز سختی نیست، من که یاد گرفتم دیگه، شما که با وزن خیلی باهوش ترید. مثلا میام اینجا فرمت تکست رو عوض میکنم، این فرمت حالا سر هم رو میذارم، خط دست خط انگلیسی رو، یه کنترل اس میزنم. خب مرحله اول سیف شد داخل شکمی. اینجا هم دوباره باید یه کنترل اس بزنم. خیلی دقت کنید، وقتی اسمارت آبجکت دل اسمارت آبجکت دیگه است، اولی رو که سیف میکنید دومی رو هم باید سیف کنی که در نهایت رو پی اس تی فاینال تو این تغییرات انجام شه. این رو هم کنترل اس میزنم، برمیگردم رو فاینال، می‌بینی تمام تغییرات انجام شد. دقت کنید کادر اسمارت آبجکتی که شما اینجا دارید، هر چیزی که از این کادر بزنه بیرون در پی اس تی اصلی دیده نمیشه. اینجا می‌بینید یه برش خورده. به این موضوع خیلی دقت کنید، کادر باید حتما یکی باشه. یکی دیگه از خاصیت‌های اسمارت آبجکت‌ها اینه که شما می‌تونید رزولوشن یک عکس رو در حالت واقعیش حفظ کنید و بعد اون رو ترانسفورم بدید، یعنی سورس عکس رو داشته باشید بدون اینکه بخواد یک عکس رو کوچیک کنید. ببینید مثلا اجازه من اینا رو ببندم یکم خلوت کنیم، به قول دوستان بعضی دوستان خلفت کنیم اینجا رو. خب میام روی این عکس خودمم، بله من از خودم خیلی راضیم، عکس خودم رو ادیت میکنم. خب اجازه بدید من یه عکس سایز بالا بیارم، اون عکس یکم سایزش کوچیک کردم برای اینکه حالا مال واسه ریل برای اسمارت فیلترامون سراغمون میاد. خب آر دبلیو، بله این عکس سایز بزرگ هست. خب ببینید عکس یه عکس 120، من برم تو ایمیج سایز بهتره، 120x182 با دی رزولوشن 72. عکس اگر اشتباه نکنم 7D، نمیدونم، فکر نمی کنم 7D کنم گرفتیم تو همه مایه ها چیزایی دور میخفنم. خب بعد اوکی میکنم، مثلا من یه پیج جدید باز کردم، مثلا یه پیج A5، پیج کوچولو. خب من این عکسم رو میارم میندازم داخل این. خب این عکس خیلی بزرگه، اولا که اگه بخوام کوچیکش کنم باید از قوانین ایمیج سایز و ریسامپلینگ استفاده کنم که عکسم دچار دیستورشن نشه، مشکلی براش پیش نیاد. اما اصلا به فرض از اونها استفاده کنم، مثلا اینه که اگر این عکس رو من کوچیک کنم برای سایز A5، مثلا بیارمش تو این تصویر و اوکی کنم، این دیگه دی پی آی بزرگ قبلی خودش رو نداره و شده عکس کوچیک و من دیگه نمیتونم اینو دوباره بزرگ کنم. اگر بخوام اینو تو همین صفحه پیج بزرگش کنم، دچار دیستورشن، دچار فلیک، دچار در واقع گرین تو عکسم میشم و ممکنه خیلی مشکلا برای عکسم پیش بیاد. اما اسمارت آبجکت به من این کمک رو میکنه که قبل از کوچیک کردن این راست کلیک میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکت، اینو تبدیلش میکنم به یک اسمارت آبجکت و کنترل تی، حالا اینو سایزش رو کوچیک کنم. خب حالا من این رو اگر دلم بخواد دوباره میتونم برگردونم با همون سایز بزرگی که بود. چرا؟ چون این اسمارت آبجکت از کانتنتی دستور میگیره، یعنی از عکسی که توشه، وقتی دابل کلیک کنم میبینیدش، از کانتنتی دستور میگیره که چی؟ که اون کانتنت سایز بزرگی رو در اختیار ما گذاشته، 29.43 300. اوکی، یعنی یک سایز بزرگ عکس در اختیار اسمارت آبجکت من قرار داد. میتونم داخل این کار رو کنم با رزولوشن، یعنی اگه توی این محیط تبدیلش کنم، این با دی پی آی 300 تبدیل میشه به یک اسمارت آبجکت. اما اگر اینجا تبدیلش کنم، من اینو دلیت کنم و اگردم اینجا تو خود این عکس، اینجا راست کلیک کنم، کانورت تو اسمارت آبجکت، اینو تبدیل کنم به اسمارت آبجکت و بعد انتقالش بدم داخل A5، اینجا اسمارت آبجکت من کانتنت خاص خود همون عکس رو داره همراه خودش، 120x180، یعنی کاملا مشخصات همون عکسی که از سورس گرفته شد. پس ماده شد اگر توی محیط خودش تبدیلش کنم بعد بیارمش تو A5، تابع اون دی پی آی محیط خودش هست. اگر بیارمش تو A5 بعد تبدیلش کنم، خود فتوشاپ ایمیج سایزش رو شناسایی میکنه، دی پی آیش رو میکنه 300 و سایزش رو متناسب میکنه با همون دی پی آی 300. اما در هر دو حالتش فرقی نداره، 120 سانت در 182.72 با 29.43 300ش فرقی نداره. اینا لازم تعداد پیکسل یکی هستن، هر دو نزدیک 17 مگاپیکسل تصویر داره، 18 مگاپیکسل تصویر داره. خب متوجه شدیم؟ پس
این اسمارت آبجکت به من این قابلیت رو میده که ببین من از یک سورس 120 در 180 سانتی در ورقه A5، این یکی بود، در ورقه A5 استفاده کنم، که من میتونم رو سایز این رو کوچیک کنم، بذارمش اینجا، بعد دوباره مثلا یک کنترل کپی از این بگیرم، یک کنترل کپی از این بگیرم، سایز این رو دوباره بزرگ کنم. و اگر دقت کرده باشین، بذارید من اینو بذارم زیر این لیر که جفتش رو میتونیم با هم مقایسه کنیم. میبینید اگر دقت کرده باشید هیچ تغییری توی کوالیتی من تو جفت این تصویرها ایجاد نشد. چرا؟ چون وقتی اینو من کوچولو رو دوباره بزرگش کردم از محتویات درون خودش که یه میسایز بزرگی داره استفاده کرد و خودش رو دوباره ساخت. اسمار ابجکت ها یکی از خاصیت هاشون باز اینه که سورس عکس رو حفظ میکنن. یعنی شما میتونید در درون یه اسمارت آبجکت عکسی رو با سایز مثلا یه چون دارم یه عکس 40 مگاپیکسلی دوربین هاسلبلاد استفاده کنید، ولی توی ورقه A5 ببندید عکستون رو کوچولو، اما سورس شما یه عکس 40 مگاپیکسلی مثلا، و میتونید از اون استفاده خیلی زیادی کنید. یا لایه های خیلی زیادی رو داره، یا تغییرات خیلی خاصی رو مثلا میتونید روش بدید که رو همه اعمال میشه. مثلا تو همین عکس اگر من بیام رو PSP اجازه این انقدر زیاد شد نفهمیدم کدوم PSP کدومه. خب مثلا همین رو باز کنم دوباره اسم آبجکت شو و بیام تو فیلتر ها، مثلا همین گازیان بلو گاشم بلو آخری، همون بلرچه در قرآن امریکایش گازیان بلور میشه به قول آقای راسل براون مدیر پروژه فوتوشاپ، به گاشیان بلور میگه گازیان بلور، حتی هر دوش درست هم هیچ فرقی نداره. خب من بیام مثلا یه گاشیان بالا مثلا به این بدم، خب و یه کنترل اس داره سیوش میکنه، میبینید PSP سیو شد برای کیست، میبینید هر دو اینا این بلور روشون اعمال شد، در واقع بلر بخواییم خوب تلفظ کنیم روشون اعمال شد. یا اگر مثلا من به این دراب شادو بدم، استروک بدم، بلندینگ افکت بدم، هر چی بدم رو هر دو اینا اعمال میشه. ببینید اگه من اینو تبدیلش کنم به یک لایه، مثلا سایزش رو یه ذره کوچیک‌تر کنم که استروک و بلندینگش رو ببینم، بعد بیام داخل بلندینگ آپشن مثلا این دراب شادو به این بدم، خب بعد دراب شادو رو بزرگتر میدم که از زیر استروکم معلوم باشه، بعد میام یه استروکم بهش میدم صدام خروسی شد، بعد میام اینجا رو گرادینت، بعد میام مثلا گرادینت رفلکت بهش میدم با سلاوی مثلا 90 درجه و ریورسش میگذارم بهشون این سایت که شدام از زیرش معلوم باشه. بعد اوکی حالا میدید مثلا افکتی داره، یه بلور هم روش داره، یه کنترل اس داره سیو میکنه توی تمپوری ویندوز، و این سیو رو به داخل اون یکی داکیومنت، یعنی داکیومنت اصلی که این اسمارت آبجکت داخلشه اعمال میکنه. سایز یکم بزرگه، یکم طول میکشه، صبر میکنیم، صبر میکنیم. خب سیو شد، برمیگم داخل، میبینیم ادیت شد. و اگر که استروک این کوچیکه، دراپ شادوش کوچیکه متناسب با سایز خودش، این بزرگ متناسب با سایز خودش، پس ببینید خیلی کمک میکنه به ما، خیلی کارمون رو خیلی راحت میکنه. خب تا اینجا یه سری از توانایی‌های اسمارت آبجکت رو یاد گرفتیم، اما میریم سراغ بقیه چیزاش که خیلی باحال‌تره، یعنی چیزای خیلی بهتری رو ما از درون اسمارت آبجکت میتونیم استفاده کنیم. میام اینجا این رو می‌بندم، این رو هم می‌بندیم. خب میام روی در واقع این سایز کوچیک‌تره که حالا فیلترام سریع‌تر اعمال شد بتونیم روش کار کنیم. من دابل کلیک کنم رو تبدیلش کنم به لایه، خب اینو تبدیل می‌کنم به اسمارت آبجکت. وقتی میشه اسمارت آبجکت چه قابلیت دیگری برای ما ایجاد میکنه؟ قابلیت استفاده از اسمارت فیلترها، یعنی شما میتونید تو پنل فیلتر از اسمارت فیلترها استفاده کنید. ببینید الان غیر فعاله چون خود این اسمارت آبجکت، اگه من کنترل زد بزنم بیام تو فیلتر، این کانورت تو اسمارت فیلتر فعال میشه و اینو تبدیل میکنه به این زده تو اینیبل ری ادیتیبل اسمارت فیلتر سلکت لیر ویل بی converted into a smart object. میگه برای اینکه شما بتونید از در واقع یک فیلتر ری ادیتیبل، یا به قول خودم من بهش میگم لایف فیلتر، فیلتر زنده، فیلتری که هی میشه ادیتش کرد. شما ببینید تو حالت عادی یه فیلتر رو که اعمال میکنید دیگه نمیشه اون رو ادیت کنید، من اینکه کنترل زد بزنید برگردید عقب هیستوریتون و دوباره فیلتر رو اعمال کنید، اما اسمارت آبجکت این قدرت رو شما میده که شما یک فیلتر رو هی برنامه‌ریزی کنید، یعنی اعمال کردی میگی خب نه خوب نیست، بری یه ذره المانشو تغییر بدی، یه طور دیگه کنی، دوباره تغییر بدی یه طور دیگه. خب من اینو اوکی میکنم، این رو تبدیل میکنه به یک اسمارت آبجکت که من بتونم از ری ادیتیبل فیلترها استفاده کنم، یا فیلترهای به قول خود من لایو. من میام تو پنل فیلترم، مثلا میام تو هم بلر، بعد میام تو گاشیان بلر، بلر معروفیه، اینو اعمال میکنم. خب اوکی
ببین به ماسک اوکی میکنم، میبینید یه پنل اینجا باز میشه اضافه زیر اسمارت آبجکت به نام اسمارت فیلتر که یک ماسک داره که تو درس ماسک ماسکو درس دادم، خاصیتش که شما میتونید با این ماسک دستور بدید که چه کارهایی انجام میشه رو تصویرتون. بعد یه دونه قسمت اینجا بلند مود داره که تو این منطقه دابل کلیک تو ادیت فیلتر بلندینگ آپشن شما میتونید بلندینگ آپشن فیلترتون رو یعنی مدل ترکیب فیلترتون رو ادیت کنید. و خود گاشیان بلوره که روش دابل کلیک کنید میبینید فیلتر گاشیان دوباره باز میشه. خب مثلا میگم خب ذره کمتر ذره بیشتر، این دیگه دستون دوباره اون رو ادیت کنید، یا مثلا من اینو زیادش میکنم. اوکی، یکی دیگه از پس خاصیت های اسمارت آبجکت در واقع همین هست که به شما فیلتر ری ادیتیبل میده، یعنی قابل ادیت، فیلتری که میتونید صدها بار اون ادیتش کنید و هی تغییراتش ایجاد کنید. نه یک فیلتر، میتونید چندین فیلتر بدید. مثلا من الان یه ذره گاشیم رو رام کمتر کنم که تصویر قابل رویت باشه. خب بعد میام تو فیلتر، مثلا میام تو آرتیستیک، مثلا میام یه دونه واتر کالر بهش میدم، آب رنگ. خب میبینید این واتر کالر روی اون بلره اعمال شد. خب من الان دو تا فیلتر رو در کنار هم دارم روی یه دونه اسمارت آبجکت. دقت کنید که این اسمارت آبجکت ها وقتی اسمارت فیلتر بهش میدید ترتیب اینا خیلی مهمه. ببین الان گاشیان بلور اوله، واتر کالر دومه. پس یعنی چی؟ یعنی که اول گاشیان بلور اعمال شده، بعد روی عکس گاشیان بلور شده واتر کالر اعمال شده. اگه من بخوام اول واتر کالر اعمال شه بعد گاشیان بلور، باید اینو با موس بگیرم بیارم بزنم زیر این. داره فکر میکنه. خب میبینید واتر کالر افتاد زیر، گاشیان بلور افتاد رو. یعنی چراغ گاشیان بلور رو من خاموش کنم، میبینید اول واتر کالر داده شده، بعد چراغ گاشیان بلور رو که روشن کنم گاشیان بلور اعمال شد. حالا شما میتونید اینها رو در واقع بلند مود هاشو هم حتی در این تغییر بدید. یعنی مثلا من بیام رو گاشیان بلور یه دابل کلیک میکنم، بعد اینجا بلند مود این فیلتر است. یعنی این فیلتره با چه مودی بیفته رو عکس شما. من مثلا میگم اورلی، میبینید، یا مثلا میگم سافت لایت، با مود سافت لایت. میبینید بلر افتاد روی تصویر من، یه حاله روح مانندی رو ایجاد میکنه. حالا ببین من اگر این واتر کالر رو خاموش کنم اینجا میبینید یک گلو، یک درخشندگی و یک حاله در واقع روح مانندی، حالت گست متد برای این تصویر من ایجاد میکنه. یعنی این متد روحی برای یه حالت شبح مانند روی تصویر تو ایجاد میکنه. بعد واتر کالر رو روشن کنم که خب روی اون اعمال بشه، این واتر کالر هم اومد توی تصویر. میتونید صدها فیلتر رو اینجوری پشت سر همینجا ردیف کنید بستگی به قدرت کامپیوترتون. خیلی دقت کنید اسمارت آبجکت ها درسته خیلی خوبن، توانمندی های خیلی زیادی دارن، اما چون لایو و ری ادیتیبل هستن فایل های سنگینی هن. یعنی مثلا شما یک PSD که مثلا سایز به فرض به همون 20x30 سایز 21x29 دیگه ورق آچار، اگر هم مثلا یه PSD در حد ورق آچار رو اگر مثلا 10-15 تا اسمارت آبجکت توش داشته باشید با افکت های زیاد، شاید موقع سیو حجمتون به بالای 1 گیگ هم برسه در اون PSD و مجبور بشید که در واقع اجازه بدید موبایل من زنگ خورد وسط فیلم، من خیلی عوض میخوام. خب شما میتونید در واقع چطور بگم، یعنی حجم فایلتون خیلی میره بالا و مجبور میشید اون رو به صورت PSB سیف کنید، برای اینکه حالا هم لارج فرمت میشه، همین که تو فرمت PSD موقع سیف کردن ممکنه یه سری خطراتی ایجاد بشه از اون رو از بین رفتن عکس. و اگر مثلا چون خب نرم افزارهای ما چیز نیستن دیگه، در واقع اورجینال که نیستن، ویندوز هامون هم اورجینال نیست اکثرا، این خطا ممکنه پیش بیاد که فایل خراب شه موقع سیو و مجبور شیم حالا فایل بزرگمون رو از فرمت PSB استفاده کنیم. پس بدونید که اسمارت آبجکت ها نتن یعنی هم توانمندی های خیلی زیادی رو در اختیار ما میذارن، هم که حجم فایل ما رو ممکنه خیلی بالا ببرن. پس به تمام اینها باید دقت کنیم در استفاده از اسمارت آبجکت ها. همونطور که گفتم این اسمارت آبجکت ها یک اسمارت فیلتر داره. من این واتر کالر رو خاموش کنم، بعد بلند مود گاشیان بلور رو هم بذارم رو حالت نرمال. خب ببینید من یه اسمارت فیلتر، من یک ماسک داره که من میتونم مثلا به این ماسک با دستور گرادینت یا با استفاده از براش ها از رنگ سیاه و سفید به ماسکم دستور بدم که فرم بگیره. مثلا ببین رو حالت رفلکت میذارمش، اگر من از وسط صورتم یه بکشم میبینید این گاشیان بلوره این اطراف ایجاد شده خب ولی وسط نیست. یا مثلا بیام از یه افکت جالبی دیگه مثلا میتونیم درست کنیم با استفاده از همین بلر ما اینا رو دیلیت کنم، هم بگیرتش با موس بگیرتش رو سلت آشغال دیلیت میشه، سلت آشغال دیلیت میشه. بعد میام تو بلر، بعد میام تو رادیال بلر، مثلا از افکت زوم استفاده میکنم،
اماتش یه ذره میارم بالا، اوکی میکنم. خب میبینید این اعمال شد. بچه ها میتونید به این اسمارت فیلتره گرادینت بدید، از همون گرادینت رفلکت مثلا استفاده کنید. میبینید با این ها میشه ترکیبای تصویری جالبی رو درست کرد، حالا در واقع تو فوتو مانیپولیشن ها، تو خیلی از کارامون، یا توی یا حتی ایلستریشن ها میتونیم یه دونه در واقع افکت های جالبی رو، فیلترهای جالبی رو به تصویر بدیم، یا برای تبدیل یک تصویر به نقاشی که تو درس های تکنیکی فتوشاپ اینا رو حتما درس خواهم داد سراغ تمامی مباحث خواهیم اومد. شما میتونید تمام این کارها رو انجام بدید و استفاده از ماسک این خیلی به شما قدرت میده، کما اینکه خود اسمارت آبجکت هم قابلیت پذیرش ماسک، چه لیر ماسک چه وکتور ماسک رو داره. در فتوشاپ CS6 یک سری از توانایی اسمارت آبجکت به گروپ داده شده، از جمله اون افکت ها. شما میتونید یه سری اشکال رو تو فتوشاپ CS6 شیپاتون رو بهش افکت بدید، مثلا دراپ شادو، ملینگ آپشن، اینا همه رو بهش بدید، مثلا ببلن این باس اینا رو بدید، بعد بریزینش توی گروپ، بعد به اون گروه دوباره افکت بدید. یعنی خود اون گروه تو CS5 این توانایی نبود، اما CS6 این توانایی رو داره که به گروپ، لایه هایی که داخل گروپ هستن، افکت بده، به کل اون گروه، و هر لایه رو داخل گروپ بندازی اون افکت رو به خودش میگیره، از اون گروه درش بیاری در واقع اون افکت ازش حذف میشه. یه توانایی در واقع اسمارت آبجکت رو یه ذره کاملتر به گروه داده، اما یکی از توانایی های اسمارت آبجکت رو داده. شما به گروه نمیتونید اسمارت فیلتر رو بدید. خب یه دونه از توانایی این در واقع اسمارت آبجکت رو در اختیار گروه قرار داده، ولی خب یه توانایی جالبیه، چون شما مثلا توی CS6 به گروه میتونید فایل اضافه کنید و هر فایلی که داخل اون گروه بندازید اون افکت رو به خودش میگیره، یعنی به اجبار افکتی رو گروه هست روی اون هم اعمال میشه. اما در اسمارت آبجکت ها نمیشه یک آبجکت رو از بیرون به داخل یک اسمارت آبجکت اضافه کرد، مگر اینکه اون اسمارت آبجکت رو باز کنید و اون در واقع آبجکت جدید رو ببرید توی دل اون و بعد سیو بگیرید. اما توی فرآیند افکت دادن به گروه توی فتوشاپ CS6 فقط کافیه اون لایه بیفته داخل اون گروه و کلی اون افکت ها رو در اختیار خودش میگیره، استفاده میکنه. توانایی جالبی. البته کلن فتوشاپ CS6 واقعا قدرتمند شده، یعنی قدرتمند بود فتوشاپ از CS5، ولی CS6 دیگه تر واقعی یک شاهکاریه. نه فتوشاپ CS6 ادو پروداکشن هم که حالا توی NAB جدید توی کنفرانسی که در امریکا برگزار شد بررسی کردن ادو پروداکشن پریمیوم رو که افتر افکت و پریمایر و فتوشاپ میدرخشیدن در این قضیه، کلن نسخه CS6 فتوشاپ نسخه بسیار قدرتمند و به عقیده من افرادی که از CS5 یعنی دیجیتایزر ها، یعنی گرافیک در واقع دیجیتال کارهای ما، کسایی که گرافیک دیجیتال رو دوست دارن، اگر از CS5 به زودی مهاجرت نکنن، ایمیگریشن نکنن به CS6، به عقیده من محکوم به عقب ماندگی و گیر کردن در یک برهه از دنیای دیجیتال هستن. در توانمندی های CS5 خواهند موند و بالاتر نمیان، چون CS6 واقعا یک شاهکاریه از فتوشاپ و خیلی سال کار کردن روش، یعنی پروژه‌ای نیست که بگیم در حد فاصله بین 5 و 6 بسته شده باشه. نه، توانمندیایی که تو CS6 هست سالها متخصصین ادوبی از جمله آقای راسل براون مدیر پروژهش و بزرگانی چون اسکات کلبی روی این قضیه کار میکردن که بتونن، هم مخصوصا خود آقای کینول که دیگه فوق تخصص پروفسورای الکترونیک کامپیوتر رو داره و برنامه‌نویس بسیار حرفه‌ای است، اینا سالها روی این قضیه کار کردن تا رسیدن به CS6 که انشالله توی ادامه درسامون مباحث مربوط به فتوشاپ CS6 رو هم شروع خواهیم کرد. خب برگردیم سر بحث خودمون. پس اینی که تا الان چند تا از قابلیت‌های اسمارت آبجکت رو شناختیم، یکی این که میتونه چندین فایل تو دل خودش داشته باشه، کانتنت‌هاش ادیت شن روی فایل اصلی اعمال شه، میتونید از یه اسمارت آبجکت چندین کپی بگیرید و با تغییر دادن کانتنت‌های درون یه دونش تمام اون تغییرات رو کل اون در واقع اسمارت آبجکت ایجاد میشه، اسمارت آبجکت کپی هم دیگه باشن، یعنی از روی هم داپلیکیت شده باشن، نه جدا جدا ساخته بشن که اصلا قضیهش فرق میکنه. بعد شما شیپ ها رو میتونید به اسمارت آبجکت تبدیل کنید و البته یه چیزی بهتون بگم که اگر یک شیپ وکتور رو به یک اسمارت آبجکت تبدیل کنید، وقتی اون رو از یه حدی بزرگتر کنید تو مونیتور رزولوشن، ممکنه دچار دیستورشن اطراف اون بشید. چرا؟ چون دیگه از پد وکتورش دستور نمیگیره، از در واقع اون فایل وکتوری که توی اون فایل قبلی به صورت حالا رزولوشن محدودی داره از اون دستور میگیره. به این موضوع خیلی دقت کنید. همه جا خوب نیست، یعنی اینجوری نباشه که حالا همه جا خوب باشه. به قولی که دوستان میگفت ما یه فیلمبرداری رفتیم از ریل استفاده کردیم و پروژه، بعد گفت این تصویر با ریل گرفتیم ببین چقدر خوبه، بعد الان جو ریل ما رو گرفت که کلا تمام تصویربرداریمون با ریل بود. بعد وقتی اومدیم فیلم رو نگاه کردیم دیدیم فیلم کلا شناور رو هوا، تمام فیلم کوتاهی که ساخته بودن تمام صحنه رو ریل بود، اصلا یه جوری بد شده بود، یه کلیشه‌ای شده.
خب پس حواسمون باشه که از اسمارت آبجکت در نقاطی که بجا هست و درست هست استفاده بکنیم. خب از دلم تا اینجا یک آشنایی مختصری با اسمارت آبجکت ها پیدا کردیم و اینکه از اسمارت فیلتر ها میشه براشون استفاده کرد، فیلتر ها رو میشه بهش مود داد، فیلتر رو با اسمارت با اون در واقع عکس ترکیب کرد، کانتنت های داخلش رو ادیت کرد، حتی شما میتونید فیلترهای حتی مربوط به روتوش رو که مثلا یکی از معروف ترین های اونها پورتریتور هست رو هم به عکستون ببینید، مجنامی پورتریتور، آخرین ورژن پورتریتور رو ببینید. حالا عجب هلویی شدم من. خب مثلا بیام اینجا من یه رنگ پوست رو انتخاب کنم. خب ببینید من حتی پورتریتور هم که به تصویر میدم ببینید به صورت یک اسمارت فیلتر ایجاد میشه روی تصویر من. خوب شدم کاش از اول اینجوری ایجاد کنم. بعد رو ماسک این میتونم با مثلا براش مشکی بیام تو پنل براش ها، چه براش عجیب غریبی دارم، بیام رو پنل براش ها مثلا باردنس پایین، سایزم بذاره سایز براش ها مثل خودم، سایزش رو بیارم پایین، مثلا قسمت هایی که میخوام نباشه میبینید ماسک دست رو میدم، مثلا چشم، ابرو، بله سبیل مبارک، اینا هیچ کدوم، مثلا یا این موها یا اصلا قسمتی از بینی، چه کجه دوام و بیام اینا رو میدید، اینا رو میدید تو این قسمت مسکه، اینا با حال شد این شکلش تو قسمتی مسکه دستور میدم که اینا فیلتر روشون قرار نگیره، پورتریتور روشون عمل نکنه. برای روتوش های خیلی حرفه‌ای میتونید از این استفاده کنید، البته روتوش حرفه‌ای با پورتریتور انجام نمیشه، هایدم بگم در واقع جو کار سریه، یه پلاگینیه که از خود انجین فتوشاپ استفاده میکنه، ولی خب دستوراتی رو که خیلی ما بلد نیستیم این همه رو پشت سر هم خودش میچینه. بگذاریم از بحث روتوش، سراغ روتوش و میکاپ صورت به صورت حرفه‌ای خواهیم اومد. خب پس اینا رو یاد گرفتیم، اسمارت آبجکت کانتنت داخل خودش داره، کانتنت های توش ادیت بشه، همه روی اکسس یه سیو کنید، روی اکسس روی پی اس تی اصلیتون همه ادیت میشن، اسمارت آبجکت ها با هم لینکن، اگر کپی از یه اسمارت آبجکت 100 تا بگیرید یکیش عوض کنید همه اون عوض میشه. بعد با استفاده از اسمارت آبجکت ها میتونید چندینگ بلندینگ رو، چندینگ در واقع بلند آپشن رو، اسلایر استایل خیلی مختلف رو رو هم پیاده کنید. سراغ اینا تو بحث های تکنیکیمون میایم، مبحث رو بیش از این طولانی نکنیم که فیلم حجمش زیاد میشه و دانلودش سخت میشه براتون، تا همینجاش هم خیلی طولانی شد. امیدوارم که موفق باشید، این فیلم ها رو در اختیار دوستاتون قرار بدین. فیلم های من نمیگم خیلی توفیه، نه، من هرچی که بلدم رو به شما یاد میدم، از من استادتر بسیار بسیار در این دنیا و در این کشور هست و امیدوارم که فیلم های من در همین حد یادگیری که هست به شما کمک کنه. خودتون هم هرچی بلدین به دوستاتون یاد بدین، اصلا با یه دید در جلو که من پوستم کنده شده اینا رو یاد بگیرم و هیچکی یاد نمیدم، نمیدونم، از این دید رو نداشته باشید. سعی کنید که در واقع هرچی که توی دلتون هست، توی فکرتون هست و هر مهارتی رو که دارید به دیگران یاد بدین. چرا؟ چون هم کمک میکنید به رشد جامعهتون، به رشد اطرافیانتون، وقتی اطرافیانتون رشد کنن رقابتتون سنگین میشه، وقتی رقابتتون سنگین شه میترسید و خودتون بهتر رشد میکنید و خودتون رو بالاتر میبرید. پس اینو بدونیم، یک لیوان تا خالی نشه دوباره پر نخواهد شد، نمیشه دوباره پرش کرد. پس خالی کنیم هرچی تو فکرمونه، هرچی داریم رو به دیگران یاد بدیم تا خودمون تقویت بهتر بتونیم یاد بگیریم و خودمون رو بالاتر ببریم. خیلی فلسفی صحبت کردم، من خودم رو کپ کردم. خب خسته نباشید، هر ساعت روز این فیلم من رو میبینید، امیدوارم اون ساعتتون خوش و خرم و بقیهش هم خوش و خرم باشه. با بهمن رؤوفی در گروه Learning Adobe Photoshop در فیسبوک همراه باشید. خوش و خرم، دوستتون دارم، خداحافظ.